أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. خدمت شما عزیزان هستیم. همطوری که در جلسه گذشته گفتم که تو این ماه با برکت، ماه مبارک رمضان یا ماه بندگی خداوند سر سفره قرآن باشیم با کتاب زندگی. خب خدمت شما هستیم با بعضی از آثار و برکات روزه. خب خداوندی که روزه رو در قرآن برای ما مقرر و برای اقوام قبل از ما مقرر کرده چی آثار و برکاتی داره؟ یک، تقوا و خداپرستی. کسی که بخواد روزه بگیره چی میشه؟ سبب تقوا میشه، یعنی خیشتنداری از گناه و نزدیکی به خداوند، یعنی مطیع خدا میشه، بنده خاص خداوند میشه. چون روزه یگانه عبادتیه که مخفیه. مثلا کسی که نماز میخونه یا حج انجام میده، جهاد میکنه، خمس میده، زکات میده، اینا مردم میبینه، اما کسی که روزه داره روزه دیدنی نیست. روزه برای چیه؟ برای که بین خود شخص و خدای شخص. دو، آثار برکت دوم چیه؟ روزه اراده انسان رو تقویت میکنه. کسی که بخواد روزه بگیره تو این ماه ارادهش تقویت میشه. کسی که در مدت یک ماه آب و نان و همسر خودش رو میتونه کنار بگذاره، میتونه که در مقابل ناموس و همسر دیگران خودش رو کنترل بکنه، خوددار باشه، با تقوا باشه. پس اراده انسان چیکار میکنه؟ تقویت میکنه. سوم، روزه باعث تقویت عاطفه میشه. کسی که بخواد روزه بگیره عاطفش تقویت پیدا میکنه. خب فردی که در مدت یک ماه میتونه مثلا گرسنگی و تشنگی رو حس بکنه، او قدرت برش پیدا میشه، عاطفهش زنده میشه که گرسنگی و تشنگی افراد فقیر رو دریابد. چهارم، انسان رو شبیه فرشتگان میکنه. همونطوری که فرشتگان از خوردن و آشامیدن و شهوت بدورن، فرد روزه‌دار هم از خوردن و آشامیدن و شهوت بدور است. رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرماید که هر کس ماه رمضان را برای خدا روزه بگیرد، تمام گناهانش بخشیده میشه. یعنی از برکت و آثار روزه است دیگه، تمام گناهان انسان بخشیده میشه. البته به شرطی که بعد از ماه مبارک رمضان دوباره گناه انجام نده. اگر خودشو نگه داره، همونطوری که در ماه رمضان خودشو نگه داشته بود ادامه پیدا کنه، فرد فردی پاک و پاکیزگی از گناه، یعنی دوباره خودشو آلوده نکنه. و خداوند در قرآن هم سببی مثلا بعضی از کارها، مثلا علت روزه رو بیان میکنه. چرا علتش رو بیان میکنه؟ به خاطر که وقتی که انسان ها علت رو میدونه، سبب رو میدونه، نشاط و شوق و بیشتری نسبت به انجام آن کار داره. به همین خاطر خداوند علت روزه رو بیان میکنه. روزه بگیرن به خاطر چی؟ لعلکم تتقون، و اینکه به خدا نزدیکتر بشین، با تقوا تر بشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.